فدای سرت، قلب و جان همه. بیا تا به همراه سوز دلت بسوزیم با نوه ما زمزمه. امام زمان بکش بروی سر خستم، هر خود را به این دو چشم عبای معطر خود را برای آن که شبیه هم سری به ما بزنی، بگی زیر بغل های مادر خود را میان گریه کنانت رسیدن. بعضی تو بغل هم از حال رفتن، نگاه میکنم گوشه کنار، حال بعضی ها بده. حق داری نتونی بشینی، داغ برادر سخته. میان گریه کنانت رسیدم، شاید به کربلا برسانی کبوتر خود را. میخوام چیکار؟ به ما بهش نوشتن ما نمیخواهیم، کنار خیش نگه دار نوکر خود را. Thank you.
بعضی تذکرات، بعضی حرفا، بعضی بعضی از اشارات، بعضی از توصیه ها، بعضی از نکات امشب جاشه که من حالا من امشب بگم. شاید جاش بود که حضرت های دارستانی میفرمودن. خب ایشون الحمدلله حال خوبی دارن تو روزه و گریه و افتخارشون هم همه علما افتخارشون که اول روزه خونن و ایشون حال خوبی دارن الحمدلله به لطف امام حسین شکر. امسال خوب بهره‌مند شدیم مثل هر سال، ولی بعضی تذکرات رو باید داد. من از بیرون داشتم میدیدم جمعیت توی خیابونه اطراف هم پر شدن، خواهرها، برادرها، زن و مرد اومدن. اگر این تذکرات ندم واقعا من در حق اربابم نساجی رو به لاه زبانم لال ظلم کردم. معشوقی خوبه که هر چی بگردی کنکاش کنی توش فقط زیبایی ببینی، نه معشوق دنیایی که یه روز به خاطر پولش، به خاطر جاهش، به خاطر مقامش، به خاطر پستش، به خاطر قیافش دوستش داشته باشی، بعدن یه مثلا یه دوست ایراد داشته باشی بابا اینم خوب نیست. معشوق باید الهی باشه. همونطوری که حجاب از زن شایسته است، از مرد هم شایسته است. من دیگه دیدم لازمه باید بگم، بعضیا مشتری فقط روز تاسوعان عاشورا میرن تو محل خودشون، میگن تاسوعا بریم امامزاده علی اکبر، عاشورا تو محل خودمون، مهمون یه روزه. عیبی نداره 4 خط شعر 5 خط شعر الان خونده نشه، روزه میخونیم، مفصل هم سینه خواهیم زد. همونطوری که حجاب برای زن لازم و واجب هست، برای مرد هم لازم و واجب هست. کسی فکر نکنه این شلوارای فاق کوتاه رو میپوشن که مثلا از پشت و از جلو و اصلا بگو دوتا پاچه هست دیگه. الان روز تاسوعا داری این حرفا رو میزنی؟ بله، حجاب اینقدر مهمه که وقتی ابی عبدالله از کنار علقمه برگشت، بعد از زینب فرمود بگو سری گوشواره ها رو در بیارن، خلخال ها رو بگو بچه ها در بیارن، لباس اسیری تنشون کنن، گره های ماجرا رو دو گره کنید. واقعا حقش بود از زینب بیا تو کربلا اینطوری اسارت بکشه، واسه اینکه ما درست بشیم، واسه اینکه ما آدم بشیم، واسه اینکه ما راه و بلد بشیم. خواهرم عزیزم، سالهای گذشتم گفتم اگر واقعا سختته سالی 2 انگشت رو سرتو بیار جلو، اون 2 انگشتم با بصیرت بیار جلو درست میشه. چرا؟ چرا روز عاشورا، روز تاسوعا، تو محرم من نوکر همتونم هستم، همین که مشکی پوشیدی خوبه. چرا تیرهای شیطان رو روانه میکنی؟ بچه های ابی عبدالله تو محاصره باشن، گره های معجرشون سفت ببندن، بعد تو کوچه هم توی راه بری، جوون پسر جوون. رفقا ابی عبدالله سلام الله علیه براش لباس رو بردن هدیه، گفتن آقا اینو بکن تنه، پوشید تن مبارکشون، دیدن چسبونه تنگه، سری در آوردن، فرمودن من لباس ذلت نمی پوشم. چیه؟
یا حسینی هستی یا نیستی. اگر هستی که اینه، اگر نیستی که دروغ نگو، ادعا نکن. خواهرم، برادرم، با هر فرمی که اومدی تو جلسه محسن قدمتون جفت چشای من، گفتم من کوچیکم همه شما هستم، مهمون سید شهدا هستیم. امام حسین دلش برای ما سوخت. بچه شیش ماه برای چی باید میومد آخه؟ حسین که اتمام حجت کنه برای دین. این دین دینیه که ابی عبدالله پاش خون داده. اگر من و شما رعایت نکنیم حجابمونو، تبعیت از ولایتمونو، نماز اول وقتمونو، احترام به پدر مادرمونو، عمل به وظایفمون مثل درس خوندن، کار کردن، هر چیز دیگه که هست، مدارا کردن با زن بچه، با رفیق، اگر اینا رعایت نکنیم که امام حسین کشته شد، ما فقط براش گریه کنیم. کاری نداره که فرمودن، اینا گوش کنیم، بیرون یا همه گوش کنن، فرمودن اهل زمین و آسمان یه جوری بر ابی عبدالله گریه میکنن که گریه و روزخونی شما در مقابل ذرات زمین و آسمان سکوته. امام حسین خوش گریه کن داره، گریه ذرات در مقابل حضرت صدیق سلام الله علیه سکوته. فاطمه یه غریبه مادر میگه همه دنیا میرزه به هم، خدا اگه میخواست گریه کن فقط داشته باشه امام حسین میگه که هزاران هزار ملک برای حسین گریه کنه که دارن گریه میکنن. ما به داد خودمون باید برسیم. بابا کلامون رو نگه داریم باد نبره، شیطون نهید ما رو بعد عاشورا بعد تاسوعا ببره. حسین ما رو نجات داد، روز قیامت هم ما رو از آتش نجات میده، ولی اون چیزی که ما رو میبره همسایه حسین میکنه، اون چیز اعمالمونه، نگاهمونه، رفتارمونه، کلاممونه، چی میشنویم، چی میبینیم. گفتم یه کاری بکن، یه موبایلی نگرده که اگه امام زمانت یه عد دیدت گفت ببینم موبایل تو، نگه آقا یه چیزایی صبر کن اول پاک کنی بعد به دستم بفرمو. من نوکرتم رفیق، ببخشید منو، ده شب حرف نزدم. گفتم یه شب هممون جمع شیم دور سفره استوالفضل یه گپ و گفتی بکنیم، سر سفره صاحبمون جمع شیم خب هم اختلاط کنیم. یا من دیگه این غزل رو نمیخونم، این جای حرف زدن ها، جای این شعر چی بگم؟ یه خود یه حرفای دل دلم برات یه ذره شد. چیکار کنم چیکار کنم که منم مثل خیلی ها که رفتن کربلا، الان شاید باید کربلا می بودم، شاید باید می رفتم، ولی اربابم بهم گفته مهمون داریم، تو باید بایستی هم مهمون پذیرایی کنی. سینه زنا میان، گریه کنا میان، سر قبور شهدا پر میشه، شلوغ میشه، کی برای اینا روزه بخونه؟ ما تو 84 تا زن بچه روزه خون داشتیم، شما روزه خون نمیخوایم باید بمونی؟ روزه خون ما 3 سالش بود، شما روزه خون الان خیلی خسته شدی، من خواهی خود حماسی بخونم از سوال فضل برسیم برسیم. می رود از خیم رهایش کنی، شعل در اسفند برایش کنی، الحق جا دارد از این دم به بعد، حیدر کرار صدایش کنی. قامت او دید خدا امر کرد،
قبله گه کرب و بلایش کنی. خواهر او گفت به اهل حرم چشم زیاد است دعایش. خب اگه بشه امشب لطیف روزه بخونه، مهمون یه شب زیاد داری، گناه دارم. مالک قلب من و دیوانه هاست، هرچه سری جاست فدایش کنی. ساقی از این باد صبور می کشم، منت این راز مگو می کشم. صحبت این طره گیسو کنم، آمده تا سجده به آن رو کنم. گفت سه ساله به سر دوش تو مثل امو هست اگر رو کنم. تا که نیفتن زمین کائنات تکیه بر این قوت بازو کنن. هیچ کسی سایه زینب که نیست، پای تو را پله بانو کنن. باده انگور ندانی چیست، ما گره کور ندانیم چیست. تا تو رو داریم گره کور ندانیم چیست. آقای من رزم بیاموز در این کارزار، تا که دراری ز سپاهی دمان. چشم تو کافی است که حیران کند، تا چه رسد چرخ زند ذوالفقار. میمنه را دوخته بر میسره، فرق ندارند یمین و یسار. یک طرفت ناله عین المفر، یک طرفت لشکری و در فرار. نیست عجب ساقی دریا شدی، ریخته بر شانه تو آبشار. رفته حرم خواب و تو پا در رکاب، نغمه لالایی طفل ربا. نشسته در حضور ارباب دو عالم، دیدی صدایی داره میاد، کجان خواهرزاد مای من؟ صدای شمر ملعونه. عباس کجاست؟ جعفر کجاست؟ عثمان خواهرزاده های شمر. بگم الان بعضی ها سوال میکنن، الان موقعشه بگم. در عرب رسم دوتا قبیله با هم عقد خواهر و برادری میبندن. طایفه بنی زیاب
که شمر ملعون از این طایفه است با طایفه بنی کلاب، که قمر بنی هاشم از این طایفه است. این دوتا طایفه سالها قبل با هم عقد برادر و خواهری بستن، فرزندان این طایفه خواهرزاده های اینا میشن، فرزندان این طایفه برادرزاده های اینا میشن. هیچ نسبتی نیست. عباس غیر از با علی و ملبنین نسبتی نداره، عباس غیر از با فاطمه و بچهاش نسبتی نداره. بگم بهتون، نشسته بود دو زانو با ادب، اونم ابی عبدالله بهش فرمود بنشین، داشت فردا رو رسم میکرد برا عباس. صدای نامردا بلند شد، ابی عبدالله فرمود جوابشونو بده هر چند کافر باشد. سوار مرکب شد. آقا با اجازتون، دیدی یه جا نشستی با یه آدم خیلی مهم داری صحبت میکنی، یا یه نفر هم تو صدات میکنه خودتو میخوری؟ لا اله، تا فرمود آقا اجازه فرمود درستتو بکنم. سوار مرکب شد. این روزه بعضی ها میگن نخون، عباس خجالت میکشه. چرا؟ اوج بصیرت عباسه، رهبر معظم انقلاب این روزه رو خوندن برا مردم. سوار مرکب شد، تو تاریکی اومد جلو. چه خبره؟ چه داد میزنی؟ عباس برات همان نامه آوردن. بعضیا نمیشن انقدر لشکر اومد، اما نامه رو دست به دست دادن تا اومد کرمان. خیلی ها اما نامه برای کی؟ گفت برا خودت و برادرات، فردا اون ور کشته میشیم، بیا این ور سردار میشیم در امانی. فرمود امان نامت تو سرت بخوره، من در امان باشم، بچه‌های فاطمه تو معاصره. فردا یه امان نامه اینشونتون بدم، دهنه یه اسب و گرفت برگشت، نیمه یه شب بود داشت پاسداری میداد، دید یه صدای پای میاد، دست رو قبضه یه شمشیر بود. کیه داری میاد؟ صدای آرامی گفت منم خواهرتم عزیزم. فاصله سنی خانوم عزت زینب با ابوالفضل تقریبا 20 سال بیشتره. نشست کنار خاک، گوشه هواشو گرفت، فرمود بنشین، اینقدر با ما غریبی نکن، شب آخر میخوام سیر ببینم. بشین مادرت که امشب نیست، سرت رو بذار شونه من. دو زانو نشست راحت بنشین. داداش عزیزم یه سوال کنم، هرچی شما بفهمی خانم من لازم بتونم جواب، چرا انقدر با ما غریبی بود؟ انقدر حسینم دوست داره بهش بگی داداش، یه بار بهش بگو داداش. معمولا آدم ها همه اینطوری هن، کابوس هاشون و شبای آخر مرور میکنن،
شروع کرد، تلخترین روز عمرشو برا عباس تعریف کرد. نبودی تو کوچه های دستای عباس، دستای حیدری عباس، تو دستای فاطمی زینب خانم دیگه موهاش سفید شده، انگار دست بچهش رو گرفته. اما میدید عباس دستاش رو مش کرده، رگهای پیشانی متورم شده. زینب براش روزه خود 40 تا از اراذل مدینه ریختن خونم. در خونه را اول آتیش زدن، در رو کندن، مادرم پشت در بود، در رو مادرم آمده. آی سادات ببخشید، از روی در رد شدن. من چیا رو دیدم؟ راستی گلم شنیدم برات امان نامه آوردن. خیس عرق شد عباس، بلند شد گفت خانوم جان فردا یه دماری از اینا در بیارم، انتقام خانومم رو میگیرم. ای با حرفامو زدم، دید آتش روزه تو پا گرفت، چشم تو را گریه به زهرا گرفت، خواست زند بوسه به دست تو، آب رود شد و دامن دریا گرفت. ای پدر عمود آمد و ضرب زد و راه تماشا. دست تو افتاد زمین، کف زد، مادری از شیر علی را بر سر تو ریخته و میبرم، قارتو قارتو دعوا شد و بالا گرم، فرق تو و ابرویت از هم گسست. وای که یک تیر همانجا نشست. من یه مثال میزنم، شما مثال منو بگیرین دیگه، روزه نمیخوام. تأثیر عمود آهن روی فرق آقام که فرمودن سر، نگفتن شکاف، گفتن سر متلاشی شد. چی میخوای بگی؟ یه سیب و بردار با تیزی چاقو یه دونه رو سیب بزن میباره، اما همین سیبون